الان اینجا به خدا خطاب میکنه که ما یاد بگیریم بسم الله الرحمن الرحیم و ما و یا من لا تنقطع عنه حوائج المحتاجین. ها ای خدایی که حوائج محتاجین قطع نمی شود در محضر او، یعنی حبس نمی شود که بگیم الان مثلا یکی گفت اون رسید به خدا، این یکی نرسید، نه اینطور نیست، همش به عرض خدا میرسه. انقطاع اینجا معنای احتباسه، یعنی هیچ وقت حبس نمیشه. و یا من لا یعنیه، البته اینو حالا چند جور خوندن، یعنی هم یه لغت شکل درسته. و یا من لا یعنیه دعاء الداعین، ای خدایی که دعای دعا کنندگان او را خسته نمی کنه. بگیم بابا دیگه خدا خسته شد مثلا نعوذ بالله، دیگه حالا چقدر بگیم خدایا، نه اینطور نیست، همش به عرض خدا میرسه و خدا خلاصه بالاتر از این است که خسته بشه. حالا پس بنابراین تمام دعاها به عرض خدا میرسه، هیچ کدوم حبس نمیشه. یا خدا اینو شنید یا نشنید، ای خدا یه بار دیگه بگم، نه اینا نیست، نه شیطانه. خب تمدحت بالغناء عن خلقك و انت اهل الغناء عنهم، خدایا تو اظهار مدح کردی درباره خودت با غنا، با بی‌نیازی از خلقت. بله یعنی چی؟ یعنی خدا اظهار مدح کرده که چیزی مثلا بهش بگیم، ما بگیم نه مدح ثنا کنیم، چیزی به خدا بدیم، نه، برای اینکه ما بدونیم که همچه خدایی داریم. خب و انت اهل الغنا عنهم، بله تو از خلقت بی نیازی، خدا به چیزی از ما نیازمند نیست. که این دومی را خوب عنایت بفرمید، و نسبتهم الی الفقر و هم اهل الفقر الیک، این خلق تو مخلوق تو نسبت دادی به فقر، گفتی شما فقرا هستین، در حالی که اونا اهل فقرن به سوی تو. خب پس اهل فقرن چرا گفتی؟ برای که آگاه بشیم، انا رجل نکنیم، برای که بدونیم فقیریم. بله ایها الناس انتم الفقراء الى الله، برای که بدونیم فقیریم. پس پروردگار در عین آنکه ما فقیریم بازم گوشزد میکنه فقرمونو. حالا اومدیم اینجا، فمن حاول سد خلته من عندک، این رو خوب دقت بفهمید، جان من به قربان این کلمات و صاحبش، فمن حاول سد خلته من عندک و رام صرف الفقر عن نفسه بک فقد طلب حاجته فی مظنها و اتا طلبته من وجهها. احسن، خدایا کسی بخواد این شکاف های زندگیشو، این حفره های زندگی رو، این کمبودا رو از طریق تو اصلاح کنه، این بخواد که تو میتونی، و بخواد که فقر رو از نفس خودش به وسیله تو صرف کنه. این آدم طلب شد درست در مزنش خواسته، یعنی در جای خود خواسته، درخواستشو میگه از جهتش پیدا کرده، و اتا طالبته من وجهها، درخواستشو از جهت اون درخواست درست رفته، مده پیش تو دیگه، پس درست خواسته، ای بخوا از خواست به خاطر به واسطه تو اینا رو انجام بده. اما و من توجه به حاجت الى احد من خلقک، خب اینجاها باید دقت بفرمید، این معانی ظریفه ای داره و خیلی مهمه. خدایا اما کسی حاجت با یه حاجتی که داره به سوی احدی از خلق تو توجه پیدا کنه، میگه میرم به فلانی میگم، خیلی خوب، او جعله سبب نجحها، یا این آدم رو سبب موفقیت خودش قرار بده، آقا میرم به ایشون میگم دیگه، کاری نداره که. فقط تعرض للحرمان، این خودشو در معرض حرمان قرار داده، در معرض محرومیت قرار داده، پس تحقق من عندك فوت الاحسان، مستحق شده که احسان تو از این فوت بشه. خیلی خوب، این حدیث تند و تیزیه، براتون بخونم، این حتما انشالله مضمونش به خاطر بسپارید، و این برای کسانی هست که خدا را فراموش میکنن، رو اون سبب متمرکز میشن،
آقا من که فلان کسو دارم چه غمی داره، صبح میرم میدم. نه اینطور نیست. امام صادق علیه السلام میفرماید که خداوند میگوید، اینو بهش میگن حدیث قدسی. خب آقا حدیث قدسی با قرآن چه فرق داره؟ قرآن کلام خداست، حدیث قدسی هم کلام خداست. خب اما فرقش اینه که حدیث قدسی به انبیا القا می شود اما کتابشون قرار نمیگیره. یه چیزی غیر از کتابشونه، مثلا حضرت موسی تورات داشته، احادیث قدسیش جداگانه بهش الهام می شده. پیغمبر اکرم ما هم احادیث قدسی زیاد داره اما جزء قرآن نیست. این یک. دومی رو من عرض شود که اضافه می کنم که قرآن غالباً و باطناً، یعنی از لحاظ غالب، یعنی با قاف دارم میگم، قاف غالب گیری که میگن، قرآن از لحاظ غالب و محتوا معجزه است. هم غالبش معجزه است هم محتواش. خیلی عجیبه، یعنی محیر العقول. ما بخوایم در این باره حرف بزنیم نمیشه. اما حالا احادیث قدسیه ممکنه غالبا از در محتوا معجزه باشند، ولی الزام نداریم از لحاظ غالب هم معجزه باشد. این الزام نیست. ممکنه باشه اول، الزام نیست. پس گوش بدید، خدا فرموده و عزتی و جلالی. آدم میترسه ها، ببینید خدا را فراموش نکنید، باید هرگز خدا را فراموش نکنید. چیزی هم میبینیم حتما خدا را فراموش نکنیم. مولای عالم امیر المومنین فرمود ما رأیت شیئن الا و رأیت الله قبله. چیزی ندیدم جز اینکه خدا را قبلا دیدم و بعد. حالا باز نسخ هست. این سوگند خیلی مهمه. و عزتی و جلالی و مجدی و ارتفاعی علی عرشی. به عزتم، به جلالم، به مقامم قسم، به ارتفاعم بر عرش خودم قسم. وای عجب قسماییه. چربه لا اقطعن الله اکبر امل کل مؤمل غیری. البته قطع میکنم آرزوی هر کسی را که از غیر من آرزوی داشته باشد. بالیأس، به نومیدی قطع میکنم. ولا اکسبنه ثوب المذلت عند الناس. حتما لباس خاری تنش میکنم در جامعه. ولا انحینه من قربی. البته او را از نزد خودم دور میکنم. ولو ابعدنه من فضلی. او را از فضل خودم البته دور میکنم. حالا اینجا خدا چند سوال میکنه، خیلی زیباست. الله اکبر. ایو امل غیری فی الشدائد. این بنده من در شدائد، در سختی ها از غیر من آرزوی دارد. و شدائد بیادی، شدائد دست منه. و یرجو غیری. یک نکته های عجیبی داره، دلم میخواد توجه کنید. و یرجو غیری و یقرع باب و یقرع بالفکر باب غیری. عجب، غیر من را امیدوار میشه و با فکرش در خانه غیر من را میکوبه. با فکرش، حتی با فکرش. این خیلی لطیفه. حتی فکرش هم نباید بکنی، یعنی یه لحظه خدا رو فراموش کنی و از هم خدمتتون که هیچ. حالا و یقرع باب الفکر. حتی باب فکر رو هم نباید بکوبه. فکریش، از ذره فکری هم نباید این فکر بکنه. و بیدی مفاتیح الابواب. آقا می فرمد در دست من است کلید تمام ابواب خیر. و هیه مغلقتون. اینا بسته سمش. و بابی مفتوح لمن دعانی. هر کس منو بخواند در خانم برش بازه. فمن ذل الذی املنی لنوائبه فقطعته دونها.
فمن ذا الذي رجاني لعظیمه قطعت رجاءه منی، هم حرفایی که الان گفتیم که خلاصه که غیر خدا را آرزو کنه خدا قطع میکنه، امید به غیر خدا داشته باشه قطع میشه. میفرماید که تا میرد اینجا، من میگم خدا را نمیشناسیم، گاهی وقتا میگم که ما روزه خانی که میکنیم یه ده هم روزه خدا بذاریم، و واقعا میگم بشینیم ببینیم چقدر خدا مظلومه، جله میکنه دیگه. این وسواسی ها که الان گرفتار شدن به من خیلی مراجعه کردن، بنده دیگه اینقدر وقت ندارم که این وسواسی رو جواب بدم، یه صحبت هایی کردیم. بله، این از این شبکه های سیما هم خیلی پخش شده تا حالا. یکی گفتش که من نارو شنیدم ولی میخوام خدمتتون برسم. گفتم والله اگه بیای من پیدا کنی، من در بدرم، در بدر خیرم نه در بدر شر، اما بیشتر از اونا نخواهم گفت، همین دیگه. اصلا برید تمام این پزشکان عالم رو طی کنید تا خودش نخواد وسواسی نمیشه. این قرصا رو بخور، این اینجوری کن، مادر جان، نمیشه، باید خودش بخواد. حالا خدا از اینا گله میکنه، میگه افتتخذونه، تو سوره کهف بخونید، یا حالا گناهکاران دیگه، افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی و هم لکم عدو، اونا را ولی اخص میکنید، دوست اخص میکنید، منو کنار میذارید در حالی که اونا دشمن شما هستن. بعد میگه بئس للظالمین بدلا، این سوره کهف رو بخونید، میگه چقدر این ظالمین بد جا به جایی میکنن، بد بدل میکنن، خدا رو برداشته جاش شیطان رو گذاشته. یکی آمد خدمت امام صادق سلام الله علیه، ذکر خیر برادرش شد، برادرم خیلی ارادت داره، خیلی ارادت داره، خیلی پلازت، فرمود برادرت سفیه، عاقل نیست، چرا آقا ایشون حجره داره، ایشون شاگرد داره، کجاش صفیح، ماشالله ببین چه خبره. نگو برادرش وسواسی بوده. فرمود اگه به برادرت بگی این حرف از کجا میاد، خواهد گفت از شیطانه، پس چرا طاعت میکنه؟ خواهرانمون، دخترانمون، یک روز باید تصمیم بگیرید، ولی نمیشه به خدا، نه حالا فردا، پس فردا، نمیشه، بیچاره میشه. مرحوم پدرم اعلی الله مقامه یه چیزی گفت، من نوجوان بودم ترسیدم، گفت آخر وسواس جنونه، یا آخرش دیگه جنونه دیگه، دست خودت بذار کنار، خداشناس باشیم. خب عرض کنم خدمتتون که بله، میفرماید که فمالی اراه الله عنی، چرا این بنده ای من از من روگردان شده؟ آخه چرا؟ همه چی دست منه. اعطیته، اینجا رو گوش بدید، اعطیته به جودی ما لم یسالنی، از اک چیزی که نمیخواست خودم بهش دادم، نمیخواست اصلا، خودم بهش دادم. ثم من تزعته منه فلم یسالنی رده و سأل غیری، سپس اونو ازش گرفتم اما برگردوندنشو از من نخواست، از غیر خواست. خدا یه چیز بهش داده بود، از دستش رفته، هیچ فکر نکرده که خدا داده بود، حالا رفته پیش دیگری، آقا من چیکار کنم، فلان قضیه من اینطوری شده. افترانی ابدا بالعطاء قبل المساله ثم اسال فلا اجيب، آیا منی که نخواسته میدم خدایی هستم که ازم بخوان و ندم؟ ابخیل انا فیبخلنی عبدی، این جانسوزها، من بخیلم که بندگانم منو بخیل حساب میکنن، مگه من بخیلم؟ لا اله الا الله، اولیس العفو بالرحمت بیدی، آیا عفو رحمت مگه دست من نیست؟ اولیس انا محل الامال، آیا آرزوها مگه من محل آرزوها نیستم؟ افلا یخش المؤملون ان یؤملوا غیری، نمی ترسند که من رها میکنن، آرزوها را متوجه به یک دیگه میکنن. خلاصه قریب به این مضامین، اینا در وقتی است که خدا را فراموش بکنیم، و الا اگه به یاد خدا باشیم اینا را اسباب بدونیم ایرادی نداره. و میفرماید که و فی هذا المعنا احادیث اخر
ربطها الخصة والعم. حالا احادیث اینجا زیاد داریم. خب خدمت شما عرض شود که پس اگر خدا را فراموش کنه چیکار میکنه؟ فراموش کرده، سببیت این آدم رو فراموش کرده. فقط تعرض للحرمان، اینجا خودشو در معرض حرمان قرار داده. خدمت شما عرض کنم که مطلب دیگر اینجا باید بگم خدمتتون، بسیار مهمه. ببینید، اولا این احاطه خداست بر مخلوقش. لا من و یا من لا ینقطع عن و یا من لا تنقطع عنه حوائج المحتاجین، که گفتیم تنقطع یعنی تحتبس. ای خدایی که حوائج محتاجین حبس نمیشه، همش میرسه به خدا. خب بعدم میگه که ای خدایی که دعای دعا کنندگان هر شبت او را خسته نمی کنه. این داشته باشید، ما در دعاها داریم که یا من لا یشغله الحاح الملحین، ای خدایی که این اصرار و تضرع و درخواست کنندگان او را مشغول نمی کنه، که یعنی این زید از خدا چیزی خواست، خدا از امر مشغول بشه، مال او را نشنوه. نه، لا یشغله شأن عن شأن، توجه کردید؟ هیچ چیزی خدا را از چیزی غافل نمی کند. اینو داشته باشید. و هو القاهر فوق عباده، یک مطلب. مطلب دیگر که اصرار در دعا، مکرر کردن در دعا، در گذشته خدمتتون گفتم بسیار ممدوحه. اگر ما در خانه کسی بریم دو دفعه، سه دفعه، چهار دفعه، پنج دفعه بریم، دیگه باز نمی کنه. یه خب اومدی گفتم دیگه، چی میگی؟ اما خدا را هرچه بیشتر در خانش بزنی بیشتر خوشش میاد. آقا این حاجت رو خواستی، ناامید نشو، فردام بخواب، پس فردام بخواب. حالا اون حرف عوامانه رو خدمتتون گفتم خدمتتون که بعضی از اجله عوام و کبار جهال میگوین که از خدا نمیشه به زور چیزی گرفت. اینم خیلی حرف مزخرفه، ضد توحیدیه. یه نفر یه بچه شیطون داشت، این آدم مثل این که چند تا بچهش از دنیا رفته بوده، خلاصه یکیش مونده بود. یکی به من اینجوری میکرد، نگاه کن ببین به زور گرفته ها، و بچه شیطون میکرد، میگفت به زور گرفته اینطور شده. آقا به زور از خدا چیزی نگیرید. آقا تو را خدا این حرف رو دفنش کنید، این حرف ضد توحیده. آقا یه اصول دین که خوندیم ما آخه. ببینید، خدا را از خدا میشه چیزی به زور گرفت، یعنی خدا منفعل میشه. و قربونتون برم، این کفر اگه درست کسی توجه کنه. حالا اینا که میگن توجه ندارن، اگه کسی عالمی با توجه این حرف بزنه کارش مشکل میشه. میگه خدا منفعل میشه، به زور خدا از خدا چیزی نگیرید، یعنی خدا منفعل میشید، ببخشید، نستجیب له خدا، یا یعنی خدا از رو میره. آخه خدا که منفعل بشه دیگه خدا نمیشه که. بابا انفعال از صفات ما هست. الله اکبر. پس به زور نمیشه گرفت. اتفاقا اصرار در دعا و الحاح در دعا ممدوحه. آقا ده دفعه بخواه اصلا میده. اون میخواد که تو ده دفعه بگی ترقی بکنی، نه اینجا مثلا میتونه در اولا بده، ولی ده مرتبه بگی بنده نمیخوام اسرار کسانی رو فاش کنم، نمیتونم، چه بحث علمیه، ولی خدا که بالا سرم دیدم کسانی را که صد دفعه یه چیزی گفتن شد نمیشد شد، بگید آقا اب نداره. اون میخواد تو صدا تو بشنوی، اون میخواد تو ترقی بکنی. بله، هرچی بگی ترقی میکنی، هرچی بیشتر بگی معنویتت قربت زیاد میشه، عوام بازی در نیار. خب این یکی. بعد اما مطلب دیگری در اینجا میخوام بگم خدمتتون، این مطلب سنگینه ولی به دلم افتاد که بگم، چاره ای ندارم. آقایون عزیزان دقت بکنید چیزی به شما بگم. همینطور که حوائج منقطع نمیشه از خدا، حبس نمیشه، همش به عرض خدا میرسه، همش به سمع خدا میرسه، همان گونه که خدا بر همگان اشراف داره و نعوذ بالله خسته نمیشه، همطور که امام سجاد علیه السلام یادمون داده،
و همان گونه که چیزی خدا را از چیز دیگری مشغول نمی کنه، در اینجا میخوام چیزی براتون بگم. عرض می شود که حکیم بزرگوار فارابی رضوان الله علیه، آقا فارابی عرض شود که خیلی مرد بزرگی بوده، اجمالا به شما بگم معجوبه بوده. خب ایشان اهل فاراب بوده، اونجا ترک زبان بودن، ولی عجیبه از اینجا آدمای در اومدن که در دنیا مطرحن. مثلا جوهری صاحب سها اهل فاراب بوده، ولی دیگه بالاخره لغتش مطرحه دیگه، اولین لغته. و خلاصه خدمت شما عرض شود که درست فارابی شناسی باید بشه. ایشون اخلاقش این بوده که کتابا را کوتاه کوتاه می نوشته، بعضی سلیقه‌شون این بوده. شما نگاه شیخ مفید علی الله مقامه کتابای مفصل نداره، کتاباش کوچیک کوچیکه، ولی حرفش رسونده. فارابی هم کتابای مفصل نداره، فقط اون الموسیقی الکبیرش نسبتاً به بعضی کتابا خود بزرگتره. خیلی چیزا داره، به هر حال سرتون در نیارم دیگه. هم کتاب شناسی کنیم در اینجا مختصر. و من دیدم آدمای خیلی مطرح در اثر چی درست فارابی رو نشناختن، آدمای مطرح میگم ها، مثلا در کتابش نوشته بود که فارابی رو نوشته بود در حالی که او را با ابراهیم ابن اسحاق فارابی اشتباه کرده بود. آخه اینا مطالب مهمی عزیز من، کتاب می نویسی حواس جمع باشه. مثلا میبین قال الفارابی فی دیوان الادب، فارابی در دیوان ادب گفته این فعل از فلان بابه. بابا آخه خدا بهت انشالله که توفیق بده تو الان خودت باید متوجه بشی که از فارابی چیز صرف نحوی نقل نمیشه. باید بری ببینی کدوم فارابیه. قال الفارابی فی دیوان الادب، فارابی ابراهیم ابن اسحاق داره میگه، نه این محمد ابن ترخان این حکیم. خلاصه نمیگم، ایشون در اون محیط دنیا آمده بوده، زبانش هم ترکی بوده. می نویسم وقتی آمد بغداد درس بخونه، حرف روزمره را بلد نبود بزنه. ببین انسان چقدر قابل ترقیه. شما همه تون همینین، قدر خود تو باید بدونی. خلاصه آقا من نون میخوام، ماس میخوام، توی این اندازه مدت کمیتش لنگ بوده، ولی به جایی رسید که در دنیا معلم ثانی لقب یافت. معلم اول ارسطوه، معلم ثانی فارابیه. خیلی حرف بابا بله با خدا. کسی که حرف روزمرهش بلد نباشه بزنه، بعد به جایی برسه که معلم ثانی لقبش بشه. اینجا راجع به اینکه خدا خسته نمیشه، حوائج به عرض خدا میرسه، در این رابطه میخوام صحبت کنم. این بزرگوار در کتبش کتابی داره به نام فصوص الحکمه، کتاب کوچیکیه. شرحش کنن انشالله که اغراق نمی کنم، شرحش کنن 20 جلد وزیری 500 صفحه ای میشه، ولی کوچیکه. اشتباه نشود که فصوص الحکم مال ابن عربیه. دقت فرمودید، این فصوص الحکمه است عزیز من، اشتباه نشه. بعدن اشتباه بشه میریم میگین که آره فاطمی نیا گفت فصوص الحکم، نه فاطمی نیا نگفت، فصوص الحکم مال ابن عربیه، عرفانه، یه کتاب جنجالی سختی هم هست. فصوص الحکمه مال فارابیه. ها ایشان در اونجا نکته‌ای داره که آدم میبینه اولا چقدر این روشن بوده، و ثانیاً عرض شود که چقدر با معنا بوده. ایشان میفرماید که ببینید دقت کنید، اینا دقیقه، آدمای اینا رو گفتن که دقیقاً. نستجیر بالله، نمیخواد بشر به خدا تشبیه کنه،
بالاترین بنده خدا وقتی خدا را بینه به خاک میفته. بله، یکی زنان پیغمبر میگوید که دیدم پیغمبر در حجرش نیست، نگران شدم، پاشتم دنبالش بگردم، رفتم دیدم رو خاک افتاده در حال سجده است. گوش دادم یواش ببینم چی میگه. میگه دیدم، میگه انت کما اثنیت علی نفسک لا احصی ثناء علیک، انت کما اثنیت علی نفسک، من چیزی ندارم برات بگم، تا همان گونه هستی که خودت گفت. الله اکبر. بزرگترین بنده که میرسه به خاک میفته. حالا بیاد فارابی خدا رو بنده تشبیه کنه، نه عزیز من یادت نره اینطور نیست. ببین، یه وقت بنده به جایی میرسه که مرآت خدا میشه، آینه خدا میشه. ببین آینه که باغ درش منعکسه، غیر از اون باغ عزیز من یه صبری درش افتاده. حالا ببین آینه ما که 100 تومن خریدیمش دیگه باغ، نه اینطور نیست، پر اشتباه کنیم، مرآته، یه صبر در اینجا افتاده. حالا اگر بنا بشه که خدا این صفاتشو روی مخلوقی به نمایش بگذارد، از شما میپرسم غیر از انسان کیه؟ غیر از انسان کامل چیه؟ ها علی بشرون کیف بشر ربوهو فیه تجلا چه و ظهر. نمیگه خداست که صفات روش به نمایش گذاشته شد. اینا که جون میدن خدا عاقبتتون خیر کنه انشالله. حالا فرمود که من یموت یرنی، گفتم در گذشته براتون، یه لحظه امیر المومنین میبینن، یک لحظه، حالا چی میشه من نمیدونم. لا اله الا الله، حرف زیاده. بله، گفت شاخ خشک و تر قریب آفتاب، آفتاب از این دو کی دارد حجاب. حالا خورشید ولایت این داره جون میده بالا سرش، یک لحظه تابید، چی گرفت از این خورشید؟ اون یکی چی میگیره نمیدونیم ما. ولی اهل دلی یه حرفی زده، من خیلی خوشم میاد. یه اهل دلی گفته که خدا خواسته که هر انسانی، ولو انسان بد، چون فرموده به مؤمنین او منافقین، وقتی میخواد بمیره یک لحظه انسان کامل رو ببینه، یه لحظه انسان کامل رو ببینه بعد بمیره. خدا ها علی بشر کیف بشر ربه فیه تجلا و ظهر، تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. علی در سنن ترمذی که از سنن سته برادران اهل تسنن دیگه، صحاح سته است. ترمذی میدونید که قطعا از صحاح سته است. چرا میگم قطعا؟ چون که اهل تسنن، علمای اهل تسنن در صحاح سته در اجزاء شک کردند. بگو چرا؟ گوش بدید تا بگم. من که میگم قطعا از صحاح سته است، ممکنه یکی بگه یعنی چی؟ آقا خب میدونستیم دیگه. نه، یعنی این معنا داره، معناش اینه که یه دامدن سر موطع مالک اختلاف کردن که آیا موطع مالک را جز به ششگانه بذاریم یا جش سنن ابن ماجه قزوینی رو بذاریم. بسیاری از اینها همین موطع را گذاشتن جز به صحاح سته، کمی هم گفتن نه موطع جز به ششگانه نیست، سنن ابن ماجه را گذاشتن جاش. میخوام اینو بهتون بگم، میخوام بگم اما دیگه سنن ترمذی دیگه این حرف را نداره دیگه، متفقون علیه جز به صحاحه. در اونجا می نویسد که پیغمبر اکرم با امیرالمومنین در فاصله از اصحاب با هم حرف می زدن. اصحاب نشسته بودن، این هم برگه کناری با هم حرف می زدن. این دیگه صریح سنن ترمذیه. یک قطره از دریاست، میخوام مرآت بودن رو بگم. بشر چقدر میدان پرواز داره.
خلاصه پیغمبر امیرالمومنین حرف میزدن، بعد یه عده ناراحت شدن، برگشتن گفتن که طال من تجابهی ابن عمه، چقدر طولانی با ابن عمش نجوا میکرد، بابا دیگه بسه. پیغمبر اکرم شنید آمد استاد در جمع اصلا فرمود اینطور گفتید ها، من با علی نجوا کردم. امیر المومنین تو دریای فضائلی ها فقط خدا میدونه، من یکی معجزه خودت که مونده هزار سال مونده کسی دست نزده، در سنن ترمذی چه جزو صحاح ست است. آمد فرمود که اینطور گفتید پشت سرم مستین که ها، من با علی نجوا میکردم، من تجیته، الله اکبر، من با علی نجوا نکردم، ولکن الله ناجاه، خدا بود با علی نجوا میکرد. بابا این به اینجا رسید، خدا با او نجوا میکرد. حالا این مرآت شده، الان مرآته، مرآت غیر از اون موجودی که در اینجا منعکس میشه، اما مرآت آقا جون، این آینه رو گذاشته عکس باقی افتاده، منکری؟ میخوای آینه رو بشکنی؟ چیکار میخوای بکنی؟ اما مرآت نشون میده. ها خیلی خوب، پس اگر بخواد یک موجودی مرآت این صفات بشه، اون فقط انسانه، انسان کامله، و اگر موجودی بخواد که اینا روش به نمایش گذاشته بشه، اونم چی؟ اونم انسان کامله. بنابراین اینا مرآتن، امیر المومنین مرآته، حضرت مجتبی مرآته، سید الشهدا مرآته، بقیه همینطور، حضرت زهرا مرآته. فارابی میفرماید در فصوص الحکمه، ببین تو رو خدا این جمله را غریب نذارید، خدایی که هوایج از او قطع نمیشه، خدایی که خسته نمیشه، خدایی که همه چیز میشنوه، خدایی که این موجود او را از اون موجود مشغول نمیسازه، فارابی میفرماید که نفوس کبار، الله اکبر چه حرفی زده بابا، این کتاب اینقدره، بره شرحش بکنم 20 جلد میشه. میگه نفوس کبار لا یشغلهم شأن عن شأن، چیزی اونا را از چیزی باز نمیدارد، نفوس بزرگ. مثلا شما میرید مشهد، 10,000 نفر میگن السلام علیک یا علی ابن مسترزا، این مرآته، این او را از این مشغول نمیسازه. 100,000 نفر میگن یا رسول الله در روز، عرض ادب میکنند، پیغمبر اکرم به خاطر این از اون یکی مشغول نمیشه. دقت فرمودید، این مرآتیت نفوس کبار، انسان کامل در اینجا مرآت حضرت حق هست، که اگر 10,000 نفر او را صدا کنن، این یکی او را از اون یکی مشغول نمی کنه. اینو خواستم بگم، این مرآتیت حضرت حق رو داشته مشهد مشرف میشی، نگو این همه آدم مدن، الله هر کسی یه چیزی میخواد. نه، حضرت معصومه، فاطمه معصومه سلام الله علیها، پاره تن پیغمبره، آقا چقدر میرن اونجا؟ یکی رفته آمن خانم قرض داره، خانم من عرض شد خدمتتون که بچه مریضه، خانم من نمیدونم خونه میخوام شفاعت کنه دیگه. میگه شفاعت کن یا فاطمه. ما از این بین آقا آدمای جمع شدن تو این حرم، از اون دهات مدن میگن آقا باران برامون نیمد، و میگه بچم مریض، و میگه قرض دارم، یه مولا صدر از غار کهک اومده رفته، این چی میخواد خدایا؟ میگه خانم میخوام شفاعت کنی، اتحاد عاقل و معقول را برهانی کنم. الله اکبر. ببین در نسخه های عتیق اسفار پیدا شده، بده براتون خوندم، مرحوم شیخ عباس اون نسخه رو دیده، در سفینه یادداشت کرده. ای عزیزان، در کتاب سفینه البحار چاپ اولش جلد اول صفحه 7 میگه آمدم. ببین اتحاد عقل و معقول از ارسطو افلاطون مونده، ای برادر تو همه اندیشه
ما بقیر استخوان ریشه در حد هر تازگی نداره و مولوی بلد بوده. اما ایشان میگه خانم آمدم شفاعت کنی اینو برهانیش کنم، و میگه دیدم یک دفعه رسید مطلب. یه چیزای دیگه هم اینجا هست که میترسم بگم، همین اندازه دیگه باش بس. پس بنابراین از خدا حوائج منقطع نمیشه، خدا بر همگان اشراف داره، نفوس کبار هم این سائل او را از اون سائل محروم مشغول نمی کند.